سلام بچه ها، چطورین؟ ایمان موریستان هم خیلی خوش آمدین به یه ویدیو دیگه. البته بیشتر من خوش آمدم چون که چند روز نبودیم بچه ها. چند روز نبودیم، قرار بود ویدیوهامون دیلی باشه. واقعا ببخشید، شرمنده، همه رو نگران کردم از جمله خود من. یعنی شاید باورت نشه چه استرسی داشتم این چند وقت، چون ما نزدیک سه هفته پیش کرونا گرفتیم و میدونستم که این اتفاق افتاده واسم. چرا؟ چون علائمشو داشتم، همسرم داشتم استریم میکرد، استریم باشگاه هم داشتیم. وقتی استریم که تمام میشد میدیدم هنوزم هست با میدیدم که خیلی بدنم خسته است، خیلی خیلی بدنم خسته است و اینکه انگار انرژیم کلا تموم شده. اگر شما این علائم داشتین بچه‌ها، خستگی بیش از اندازه، سرفه‌های ریز و کلا سردرد و اینا، از همین علائم همیشه دارین احساس میکنم، بیخیالش بگذاریم. دیگه چند روز که اتفاق افتاد، دو سه روز، گفتم اوکی من مریضم بعد بگم چرا کنم، برم دوباره مداوا کردن خودم. رفت اینا رو مداوا کردن و این داستانا، همین روش های خودمون که همه میدونیم، قرنطینه میکنیم خودمون رو، ویتامین سی بیشتر میخوریم، زینک میخوریم، همه از این کارهایی که بالاخره خودمون همه دواها رو بلدیم و این داستانا. داشت خوب پیش میرفت قضیه. شد مثلا چند روز گذشت، سه چهار روز، گفتم برم یه سی تی اسکن بگیرم. سی تی اسکن گرفتن، ریو مشکلی نبودش، ولی تست پی سی آر مثبت درآمد، در نمیومد، عجیب بود. دیگه همین ما گفتیم بس اوکی دیگه، بریم خوب میشیم اوکی. رفتیم جلوتر، استریم هم داشتم همزمان انجام میدم، ولی استریم باشگاه رو انجام نمیدم، یادتونه یا چی؟ دیگه البته عذرخواهی میکنم، من صدام خیلی ضعیف الان، نمیدونم چرا صدام بالا نمیاد و وزنم چقدر اومده پایین، لاغر شد. دیگه هیچی، گفتم که خب اوکی میگیریم، ادامه میدیم دیگه. استریم ادامه میدادم، دیگه دیدم نمیتونم استریم بکنم، دیدم اصلا ترکیدم، هیچی اصلا بکنم مونده. گفتیم آقا یه بار دیگه بریم عسل خانم، شما گرفته بود یادتون باشه، اصلا با عسل خانم رفتیم، گفتیم یه بار یه سی تی اسکن بدیم جفتمون اصلا ببینیم چجوریم و اینا. سی تی اسکن دادیم، عسل خانم گفتن که نه ریاش درگیر نیستش. آقا ایمان شما ریا درگیره؟ یعنی چی فلان اینا؟ هیچ. آقا جبو دادن، گفتم بعد بستری بشه، کورکو پرم ریخته بود. یه روز نرفتم گفتم نمیرم، دادن بستری بشن مردم. دیگه جاتون خالی دیگه، سلیته بازی قشنگ در آوردن، سلیته بازی عجیب غریب بود، نه من چیزی نمیشه و این داستان. دو روز استریم نکردیم ادامهش و اینکه نرفتم. از این اکسیژن های خون میگرفتم خودم، اکسیژن خون تو بچه حدود 98-99 حالا همچین حالتیه. بعد فکر کنین دیگه واسه من یه رسید دیگه به 89-88 اینا دیگه اون موقع بود که ترسیدم بودم بریم بیمارستان رو بریم و رفتیم بیمارستان، دستایی شدیم، گفتم مردم. یعنی اینقدر که ضربان قلبم رفت بود بالا اون لحظه، ضربان قلبم رو نمیدونم چند میزنم، مثلا 100-120 داشت میزنم اینطوری بود. استرس شدید، همش از این تو تلویزیون ها دیدین که مثلا آی سی رو نشون میده، به زور داره نفس میکشه، یه مثلا حالت این که لحظه آخر عمرش بود، نمیدونم پند و اندرز میکرد، اصلا احساس اونجوری اون دست داده بود، اصلا اونجوری بود. بعد رفتیم جلوتر دیگه، هیچ دیگه، ما رو رفتیم اونجا خوابیدیم و اونجا هم مشکلات زیاد بودن دیگه، بچه ها زیاد بودن با انواع و اقسام مشکلات عجیب غریب و این داستان ها. حالتی بچه ها بیشتر حالت چیز بودن، خلافکار داشتن، خلافکار که نه، سیگاری و غیرگیری و اینا بودن، مثلا این بوده بکنم خودشون خرابتر بود دیگه. ما هم رفتیم اونجا، جاتون خالی. آقا این آنجه کت میزدن، نگم براتون، یعنی با چه حرکت های عجیب غریبی، چسباشون نمیگره، چسبش باز میشد، یعنی آنجه کت در میمازه، همینجور داره میپاشید تو صورت هم، مثلا یه وضعیتی بودش دیگه، یه وضعیت عجیب غریبی، سرنگ رو میخوردن، یعنی مثلا سرنگ داشت میگم زیم. بعد سروما رو میآوردن پنجتا اینجا مینداختن بالا، اینطور همینجا وست میکردن تخت تخت، پس اینکه توی مایه ها که احساس میکنم چندش رو دو سه بار زدن و وضعیتی بود دیگه. ولی در کل قضیه خیلی تجربه عجیبی بود، هیچ وقت اینقدر بیمارستان نبودم 4-5 روز و چقدر سخت بود دوری از شما واقعا، و چقدر بچه‌ها نگران شدن واقعا، دم تک تکشون گرم، دم تک تکتون گرم، مرسی واقعا واسه پیغامای قشنگتون، پیغامای خیلی باحالی فرستادن، حتی اونایی که شوخی می‌کردن مردی رسیم پیس تموم شد اونا خیلی باحال بود، یعنی می‌دیدم کلی می‌خندیدن، همش واسه عسل می‌خوندن، عسل کلا نشه، این تایم پیش من بود، یعنی کاملا پرستاری رو میکرد
خانواده هم امیرحسین مامان بابا این موقع هم ترکونده بودن اصلا این چیز عجیب غریبی واقعا نمیشه نگم میرسید کانتنت کریتور رو واقعا که اصلا اینقدر پیغام فرستادن اینقدر که یعنی اینکه حالا هم پرسه واقعا نمیشه نگم آیا کیوکسر پارسالیپ علی رکسا سام صابری واقعا اصلا اینقدر زیادن واقعا نمیتونم تک تک اسم ببرم سمیر سالی ناروس گیمینگ واقعا دم تک تکتون گرم میرسه دوست کانتر بازمون کامران دانته آرشام اسپایدر واقعا نه دم تک تک یعنی گرم واقعا امیر زیرون یعنی همه کسایی که جوی احوال اون بودن بیروز استیون عزیز از هاب بلک راکس و بچه های گروه تخت جمشید واقعا نمیشون گرم یعنی واقعا چی میتونه بگه یعنی از اینکه میبینه که کانتنت کریئتورها همشون یعنی من اجازه اشتباهی کردم اسم بردم چون همینجوری میام جلوتر باز اسم بچهای دیگه دادم میفته واقعا نمیتون گیر کوالون تی وی ساناس اچ اس عزیز و تک تک بچهایی که واقعا پیغام میدادن حالا اونو میپرسیدن واقعا نمیتون گیر میرسه تک تک ویورا که اونا هم پیغام میدن تا جک تونستن جواب دادن بدون ببخشید جواب همرو نتونستم بدم و اینکه دم تک تکتون گرم یعنی واقعا مرسی از تک تکتون و اینکه آدم چی میتونه بگه اینقدر عشق دارین چقدر دلم واسه اینجا تنگ شده بود چون واقعا دلم میخواست ویدیوامون دیلی همینجا بره جلو و قطعا میره جلو از این بعد حالا چند چند روزه بچه‌ها یه کوچولو کمتر استریم بکنم چون که هنوز اون ریکاوری کامل نشده قرار نبود امروز من ترخیص بشم دیگه خیلی چیزم مخ دکتر رو زدم گفتن که آقا تو رو خدا امروز تولد خانومم بلم کن بذار برم بلم عالی حالا فلا اینا و واقعا خیلی بهتر شده بودم اکسیژن خونم بود بالا دیگه بدون ماسک و اینا میتونستم اکسیژن بگیرم و اینا گفتم دیگه بعد اوکی داد تولد اصل خانومم بودی که دقیقه اصلیش این بود ولی که اجازه داد امشب قرار استریم بکنیم بعد از این همه مدت احساس میکنم یادم رفته اینقدر که نبودم اینجا ولی واقعا خیلی بدون اینجا سخت میگذره طولانی میگذره واقعا مراقب سلامتیتون باشین بچه این چند وقت آخره دیگه فکر کنم واکسن رو بزنم این چند وقت آخر نگیرین درسته که الان یکم کمتره کلن ضعیفتر این ویروس و کلن خیلی مرحله خطرناک شدیم ولی واقعا از کارزندگی میگذارتون نمیتونیم واقعا همه کار رو گنجا بدیم من خودم دیگه چند پلر میام بالا واقعا به نفس میافتم قطعا نمیتونم ورزش بکنم الان و این خیلی خبر بدیه چون که میخواستم مسابقه بدم اگه مسابقه 100 درصد بود که 100 درصد هست مسابقات ولی متاسفانه نمیتونم مسابقه بدم ایشالله دفعه بعد مسابقه میدیم و دوست دارم که تمام روالش رو حالا مداری کنیم با هم یه استریم بکنیم خیلی باحال میشد اگر حالم خوب بود اگه این مریضی نمیگرفتم 100 درصد یه پروژه خیلی خفنی میرفتیم جلو با هم دیگه و میدیدین چقدر باحاله حالا دفعه بعد اتفاق خاصی نیفتاده ببینید کارش ویدیوامون دیلیه و اینکه دمتون گرم میرسه تک تک حمایتتون میرسه تک تک انرژیاتون خیلی خیلی دوستتون دارم و اینکه خیلی عشقین و امیدوارم هیچ وقت نه برای خودتون نه برای خانوادهتون و کسایی که دوستشون دارین اتفاق نیفته و اینکه مراقب سلامتتون باشین خیلی ارزش داره و اینکه بچه من خیلی فرصت سریع یعنی اوکی شدم دلیلش این بود که طرف خلاف نرفته بودم نمیخوام الان پندان درس کنم بچه ها سیگار نکشن قلیون نکشن نه ولی بچه ها خیلی بهتره این کار نکنین چون کسایی که با همزمان من بستری شده بودن هنوز اونجا هنوز درگیرم و مدت ها بعد از این موضوع هم باید درگیرش باشم تا آخر عمر فقط به خاطر اینکه سیگار یا قلیون دارم میکشن دمتون گرم خیلی دوستتون دارم و مرسی از اینکه ویدیوها رو میبینین هر روز ویدیو داریم دوستتون دارم یه عالمه خیلی خوشحال میشم نظرتون زیر این ویدیو بخونم تک تکشون رو پس کامنت ها رو بهتر کنین دمتون گرم خیلی خیلی عشقه تا ویدیو بعدی